استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين، وصل على بقية الله في الأراضين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان را به رعایت تقوی پروا پیشه کردن سفارش می کنم. حرکت ما انسان‌ها برای رسیدن به سعادت و نجات نیازمند به برنامه و مدیریت است که تقوی می‌تواند ما را به اون هدف و به اون مقصد و مقصود برساند. اگر توفیق پیدا بکنیم که در عمل فردی و عمل جمعی در مراحل مختلف زندگیمان، اهم از مسائل شخصی و جمعی، تقوی را رعایت بکنیم، یقیناً به اون هدف و مقصد خواهیم رسید. لذا مأموریم هم دیگر را به تقوی سفارش کنیم و هم با تقوی خودمان را از همه خطرات و زیانها حراست و حفاظت کنیم. امیر بیان، قرآن ناطق، امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن هوشیار باشین، تقوا رو حفظ کنین و خودتان را با تقوا از هر زیان و ضرر حفاظت کنید. الا فسونوها و تسبنو بها. در خطبه اول طبق معمول بحث قرآنی داریم. این هفته محور بحثمان و موضوع بحثمان در خطبه اول صبر و شکیبایی است. در خطبه دوم مناسبت‌های تاریخی اسلامی، موضوعاتی را که ایجاب می‌کنه در خطبه دوم، مسلمان‌ها و مؤمنین و مردم اونها را بشنوند و مطلع شوند و در جهت رشد و بالندگی اجتماعی، دفع و رفع زیان و ضرر اجتماعی مؤثر است گفتگو کنند، به اون موضوعات خواهیم پرداخت. اما بحث خطبه اول مکرر در صحبت‌هایی که مطرح شده عرض کردیم، اگر قرار است علم اولین و آخرین را پیدا کنیم و دسترسی پیدا کنیم، یکی از راهاش این است که قرآن را
زیر رو کنیم. من اراد علم الاولین والآخرین فلیثبر القرآن، قرآن را شخم بزنیم، زیر رو کنیم. یکی از نقاط ضعف ما انسان ها با حوادث و مسائل زندگی فردی و اجتماعی مسئله بی صبری است، مسئله در واقع عجله است. ما زندگی اجتماعی و فردی که داریم قطعا با مشکلات و چالش ها روبرو می شویم، با سختی ها روبرو می شویم. اگر در زندگی با مشکلات برخورد کردیم، فوراً قضاوت کردیم، فوراً تصمیم گرفتیم، فوراً برنامه ریزی کردیم، عوض اون که به هدف برسیم، به زیبایی برسیم، به مقصد برسیم، به گرفتاری گرفتار میشیم، به ضرر و زیان مواجه میشویم. لذا قرآن این راه را برای ما نشان میدهد و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. با اینه که انسان با شوق و با رغبتی که داره دنبال خیر حرکت میکنه، اما اگر گرفتار عجله شد، عوض اون که به خیر برسد گرفتار شر و ناملایمات می شود. لذا لازم است ما جایگاه صبر و ارزش صبر و حقیقت عجله و بی صبری و بیتابی را بشناسیم. حتی خداوند و پیامبر که الگوی زندگی ما است می فرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قل رب زدنی علما، سوره مبارکه طه. پیامبر پیش از اون که وحی تمام شود و کامل به تو برسد، عجله در تلاوت و تعلیم قرآن و وحی نکن و دائما از خدا تقاضای علم و افزایش آگاهی کن. با این مقدمه قرآنی وارد بحث صبر و در واقع ضد و مخالف و در واقع نقیزش که بحث شر است خواهیم شد. مسئله صبر در زندگی ما انسان ها خیلی تأثیر داره. نکته ای را که قبل از شروع به بحث عرض می کنم، یه تعریف کوتاه برای صبر است. خب گاهی این مباحث وقتی مطرح می شود، مباحث علمی و در واقع لغوی داره که ما خیلی وارد اونا نمی شیم، فضای نماز جمعه ایجاب نمی کنه. اگر صبر بخوایم در لغت معنا کنیم، یعنی خیشتنداری، یعنی انسان چیزهایی را که به ضررش است در تنگنا و محدودیت قرار دادن، بازداشتن نفس از اظهار بیتابی. بعض وقت آدم در یک شرایط قرار میگیره که باید اظهار بکنه، رنج و سختی را به دیگرا برسانه. خوب است انسان خودش طوری تربیت بکنه که اظهار نکنه، کتمان بکنه، صبر بکنه. بگذاریم از اینها، اما اون چیزی که مد نظر است، علمای اخلاق مثل امثال مرحوم نراقی و بزرگانی که در این میدان زحمات را کشیدن مطرح کردن، اون مد نظر است. آدم کار بکنه که روحش، جانش، نفسش وادار بکنه اون چرا که دین، خدا، قرآن از ما خواسته، اونها را در زندگی ما عمل کنیم. اون صبر که محور بحث امروز است همین است. و اون چرا که خلاف شرع است، خلاف دین است، ما طور خودمان را بسازیم، آماده کنیم، تربیت کنیم که
از اونها اجتناب کنیم. این ما را به سعادت میرسانه. این حرکت باعث تضمین دیانت و سعادت ما میباشد. به همین دلیل است که خداوند همه انبیا را دستور میدهد، از جمله پیامبر بزرگوار اسلام را، که شما صبر را پیشه کنید. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همون گونه که انبیای اولو العزم صبر کردن، یا رسول الله تو هم صبر کن. میخواهیم راه های رسیدن به این مقام و این مرحله را پیدا کنیم. امیر بیان، امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، صبر را به چهار بخش تقسیم می کنند. وقتی صبر را معرفی می فرمایند، یا به تعبیر بهتر ایمان را معرفی می فرمایند، یکی از پایه های ایمان را صبر می دانند. فرمودن الایمان علی اربع دعائم، ایمان چهار پایه داره، یکی از این پایه ها را حضرت صبر می دانند، علی صبر. خب اگر کسی اهل صبر نباشد، یکی از پایه های ایمان نداره، طبعا به ایمان نمی رسه. یکی از پایه های ایمان یقین است، یکیش عدل است، یکیش جهاده. حالا بحث ما روی صبر است. بعد فرمودن این صبر، همون صبری که عرض کردم مد نظر است، خودش چهار شعبه داره: شوق، شفق، زود، ترقب. اگر بخوایم به صبر برسیم که یکی از پایه های ایمان است، اینها را باید داشته باشیم. شوق و ترس و پارسایی و انتظار. اگر بخوایم به بهشت بریم، که همه طرفدار رفتن به بهشتن، خب حالا بعضیا فکر میکنن از راه های خیلی کوتاه میتونن بهشتی بشن، با انتحار و انفجار و خلاصه مردم آزاری آدم نمیتونه بهشت بره. در روایات داریم بهشت به سختی ها پیچیده شده. حفت الجنت بالمکاره، باید سختی ها را تحمل بکنیم تا برسیم به بهش. به این چیزهایی که افراد فریب میخورن انسان بهشتی نمیشود. حضرت فرمود اگر شوق بهشت داری، اگر عشق رسیدن به بهشت داری، باید از شهوات دوری کنی. عرض کردم صبر رو معنا کردن، اون چی که خدا خواسته، اهل بیت خواسته، دین خواسته، خودمون رو وادار کنیم برای که اونا رو انجام بدیم. حالا اگر میخواییم بهشت بریم، باید از چیزهایی که خدا نهی کرده دوری کنیم. اگر میخواییم از آتش دوزخ در امان باشیم، باید از محرمات اجتناب بکنیم. این میشه صبر. اگر میخواییم به بهشت بریم، باید در دنیا اهل زهد باشیم، اهل پارسایی باشیم، اهل ورع باشیم. اونجایی که میدونیم حرام است، حتی خطر احساس میکنیم، اونجا وارد نشویم. محرمات را خیلی دقت کنیم، ازش پرهیز بکنیم. واجبات را دقت کنیم، همه اطرافش را انجام بدیم. در مقابل مصیبت ها صبر داشته باشیم. در مقابل طاعت و بندگی انرژی بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم به صبر برسیم و یکی از پایه های ایمانمان تکمیل بشود. پیامبر بزرگوار اسلام مراتب صبر را بیان کردن، فرمودن صبر سه مرحله داره: صبر در مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت.
اگر مفصل این بحث وارد بشیم شاید دوستان شرایط هوا مناسب نیست، خیلی اذیت شون. من نکات اصلی بحث را مطرح بکنم. صبر گاهی در مقابل مصیبت است. روایت داریم اگر کسی مصیبت در زندگیش پیدا شود و این مصیبت را خوب تحمل بکنه، در روایت داریم که خداوند برای این انسان 300 درجه اجر در نظر میگیره. این درجاتی که برای این انسان در نظر گرفته از اعماق زمین تا آسمان از نظر ارزش ارزشمند است. این کسی است که صبر در مقابل مصیبت دارد. اما اگر کسی در مقابل طاعت صبر داشته باشد، همین درجات دو برابر می شود، 600 درجه می شود. یعنی معلوم می شه صبر بر طاعت سخت‌تر است از صبر در مصیبت. اگر انسان در مقابل گناه قرار بگیره و صبر بکنه، ثواب انسانی که در مقابل گناه صبر کرده به مراتب از انسانی که در مقابل مصیبت و در طاعت صبر کرده بیشتر است. من صبر علی المعصیه، اگر کسی در مقابل گناه صبر کرد، کتب الله له 900 درجه، 900 درجه. او 300 درجه بود، دومی 600، این میشه 900 درجه. انشاءالله بتوانیم با تحصیل و قرآن به زندگی ائمه معصومین علیهم السلام طوری زندگی آمان تنظیم کنیم که در مقابل معصیت مقاومت داشته باشیم. کار خیلی جدی است. خداوند از پیامبر بزرگش حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام تمجید میکنه، داستان او را داستان زیبا معرفی میکنه و از تاریخ و از زبان او نقل میکنه و ما ابرئ و نفسی، من نفسم را تبرئه نمیکنم، ان النفس لامارتم بالسوء الا ما رحم ربی. نفس انسان وادار به گناه میکنه، به خطا میکنه، به معصیت میکنه، مگر اینکه خدا به داد انسان برسد و انسان با خدا رابطه برقرار بکند. آیات فراوان در این موضوع داریم، روایات فراوان است. عرض کردم قصد تصدی ندارم، فقط محور حرکتمون را انشاءالله پیدا بکنیم. جای در واقع خوشحالی است، جای در واقع نشاط است که اگر ما به این مسیر زندگیمان را تنظیم بکنیم، به این مسیر حرکت بکنیم، مورد توجه خدا قرار میگیریم. دوستان عزیز، نمازگزاران، جوانان و خواهران و برادران، ارزش والای این صفت و این فضیلت اخلاقی به اندازه ایست که وقتی انسان اهل صبر می شود، خدا با انسان است. والله مع الصابرین. وقتی جوانی، انسانی، مرد، زنی در مقابل معصیت قرار می گیره و از خدا کمک می گیره، زیر بار گناه نمی رود، اولین انرژیش همون حمایت خداست. ان الله یحب الصابرین، هم خدا با انسان‌های صابر است، ان والله مع الصابرین، نه تنها با صابران است، صابران را دوست می‌دارد. اگر خدا با انسان باشد و خدا انسان را دوست داشته باشد، انسان به هدف می‌رسد. این صبر انسان را پیشوای جامعه می‌کند. مسیر حرکت دیگران را انسان می تواند با صبر تغییر دهد
و رهبری کند. فرق نمی کنه در یک خانواده، در یک محله، در جامعه بزرگ کشوری، حتی بین المللی، انسانهای متوکل و انسانهای با صبر می توانند رهبر جامعه شوند. اینها متدهای قرآن است. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. اونان رهبر و پیشوا شدند که صبر کردند. انبیا از این مسیر حرکت کردند. ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین از این مسیر حرکت کردند. حالا چگونه می توانیم به این درجات برسیم؟ نمیخوایم زیاد کلی و در واقع با مفهوم غیر قابل اجرایی و عملی صحبت کنیم. چگونه می توانیم به این مرحله برسیم؟ شدنیست؟ راهاش چیه؟ راهای ورود و رسیدن به این مرحله را به ما یاد دادن. یکی از راهاش این است که انسان اگر اهل صبر شود، این سختی را تحمل بکند، به این مرحله خودش را برساند، پاداشش از عملش بیشتر است. اگر ما کاری انجام میدیم و یقین داریم مزدی که به ما داده میشود بیشتر از اون مقدار است که ما استحقاق داریم، کار را بر ما آسان میکنه. قرآن میفرماید اگر اهل صبر شدیم، ما پاداش شایسته تر از عملتان به شما در نظر میگیریم. ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. زیباتر، بیشتر از اون چی که ما کار انجام دادیم پاداش در نظر میگیریم. دیدین وقتی آدم متوجه است یک کسی بیش از اون چیزی که ما تلاش میکنیم برای ما ارزش قائل است، کار برامان شیرین میشه، آسان میشه. این یکی از راه‌های رسیدن به این مقام است. در بعضی از معرفی‌ها گفتن دو برابر پاداشی که برای انسان ها در نظر گرفته می شود برای صابران در نظر گرفته می شود. بعد همینطور بالا میره میفرماید که پاداش بی حساب برای صابران در نظر گرفته می شود. بگذاریم اگر اهل صبر شدیم آثاری در زندگی من داره، همون گونه که بی صبری آثاری دارد. یکی از آثار صبر در زندگی این است که انسان را در همه امور زندگی موفق میکنه. حالا صبر در معصیت، صبر در مصیبت، صبر در طاعت، عرض کردم صبر در معصیت مهمتره. ما اگر فضا رو سالم کردیم، زندگی را در واقع مدیریت کردیم، گناه را از زندگیمان دور کردیم و ما از گناه فاصله گرفتیم، هم صبر در طاعت آسان می شود و هم صبر در مصیبت. آقا امیرالمومنین می فرمایند اگر انسان اهل صبر شد، کارهای مهم، کارهایی که دیگرا فکر می کنند نشدنی است، برای این انسان آسان می شود. تجربه را پشت سرتان نگاه کنین، زندگی ها را تحلیل کنین. من گاهی بینی و بین الله به این نکته توجه میکنم، باید به شما مردم آدم نمره بده. اگر نبود حضور شما مردم، صحنه ها را با حضورتان، با اخلاصتان مدیریت نمی کردین، امروز ما شاهد این دستاورد نبودیم. تنها این مسائل اخلاقی مربوط به شخص نمیشه، جریان‌های اجتماعی را همین متدها است که مدیریت میکند. امیرالمؤمنین فرمود لا یعدم الصبور از ظفر. در
اشاراتی که داشتن اگر زینب کبرا به اون مرحله رسیده که آقای ما صبح هم گریه میکنه شب هم گریه میکنه وقت سوال میکنن آقا کدام مصیبت کربلا، شهادت ابی عبدالله، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر میفرماید نه اسیری عمم زینب. سید الشهدا در لحظات آخر فرمود که وعلم ان عاقبت امرکم خیرا. متوجه باشین خانواده ای من، پایان کار شما ختم به خیر می شود. فرمودن پدر بزرگوارش فرمود لا یعدم الصبور الظفر. انسان صبور یقین داشته باشد اون شکست نمی خورد، پیروزی از دست او بیرون نیست، هم در مسائل اجتماعی و هم در مسائل اخلاقی هم در مسائل شخصی باید متوجه باشیم. فرمودن و این طالب زمان ممکن است طول بکشه اما رسیدن به هدف قطعی است. امیدواریم که ما با استفاده از این نسخه قرآنی با اون چه که سعادت من هست هم در مسائل شخصی و خانوادگی هم در مسائل اجتماعی برسیم. ما اگر تاریخ انبیا را بخوانیم صبر عامل پیروزی است. حضرت ایوب علی نبینا و علیه الصلاه و السلام به اون مقام که رسید از مسیر صبر بود. مطالب بیشتر و متنوع است اما مصلحت نمیدانم بیش از این عرض بکنم، فقط به عنوان ختم این برنامه و تکمیل این بخش عرض می کنم امام باقر که پیامبر او را شکافنده علم معرفی کرد و به جابر اون بنیانگذار زیارت اربعین فرمود سلام مرا به او برسان. فرمودن الجنت محفوفتون بالمکاره و صبر، بهشت پیچیده شده در میان ناگواری ها و صبر. نمیشه ما سختی ها را تحمل نکنیم اهل صبر نباشیم و بتوانیم اهل بهشت باشیم. فمن صبر علی المکاره فی الدنیا، هیچ وقت مقایسه نکنید مؤمنین خودمان را با دیگرا، شهرمان را، زندگیمان را با دیگرا مقایسه کردن اشتباه است. در صحبت‌های گذشته عرض کردم یکی از چیزهایی که ما را خلاصه دور میکنه از سنگر و از هدف مقایسه است. در روایات داریم در مسائل عبادی بهتر از خودتان را ببینیم، در مشکلات پایین تر از خودتان را نگاه کنیم. فرمود فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه و جهنم محفوفتون باللذات. اگر کسی دنبال خوشگذرانی است جهنم در بین خوشی ها و لذات است و شهوات پیچیده شده در بوبعه شهوات است جهنم. فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار. چقدر زیباست بیان امام باقر علیه افضل صلوات المسلمین. خدایا همه ما را عاقبت به خیر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله.
و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. همه برادران و خواهران نمازگزار و خودم را دعوت و توصیه می کنم به حفظ تقوای الهی. این اصل حرکت یک انسان به سمت کمال و تعالی است. اگر به توفیق الهی بتوانیم در عمل فردی، در عمل جمعی، در کار سیاسی، در کار اجتماعی رعایت تقوای الهی را بکنیم، همه خیرات و همه الطاف الهی شامل حال ما خواهد شد. در خطبه دوم بیشتر مسائل که ایجاب میکنه در بیداری و هوشیاری و بصیرت جامعه تأثیر داره به اینها بپردازیم. بیشتر به مناسبت‌های تاریخی و اسلامی میپردازیم تا از این مسیر بتوانیم شمع را در فراروی حرکت اجتماعی من انشاءالله روشن کنیم و استفاده کنیم. یکی از مناسبت‌ها سازمان یونسکو در نوامبر 2001 بیانیه ای را در زمینه تنوع فرهنگی صادر کرد و پس از اون بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل روز 21 ماه مه که برابر می شود با 31 ثور، یعنی 4 روز قبل پایان ماه که پشت سر گذاشتیم، ایره به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی معرفی کرد. حالا چرا این کار کرد؟ یک ضرورت را احساس کرد و با استفاده از این مناسبت یکی از موضوعات را که جهان کشورهای مختلف با او مواجه است دست و پنجه نرم میکنه و افغانستان هم جزء کشورهایی است که در این عرصه هم مشکلاتی دارد و هم میتواند با استفاده از همین راهکار به راههای رشد و بالندگی برسد میپردازیم. مسئله روز جهانی تنوع فرهنگی یک فرصتی است برای همه کشورها و همه جغرافیای که این وضعیت داره تا از این فرصت استفاده کنن. خیلی از کشورها دارای تنوع و دارای تعدد فرهنگن. ما میتوانیم با استفاده از راهکار مثبت این تنوع فرهنگی را تبدیل بکنیم به عامل پیشرفت. همون گونه که میتوانیم فرهنگ پویا، فرهنگ با جاذبه و با تحمل را از تنوع فرهنگی به وجود بیاوریم و استفاده بکنیم، میتواند این تنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی بستری باشد برای بی‌ثباتی، بستری باشد برای تقابل و کشاندن افراد و فرهنگا را در مسیر اسارت. حالا با توجه به این موضوع مهم بخشی از خطبه دوم را انشالله با عنوان یک راهکار برای همه کشورها، من همیشه به این عقیده هستم، نمازهای جمعه سنگرها و در واقع کرسیهای حفظ و بیداری است. اگر همه ائمه جمعه کشورهای اسلامی با همین روی کرد
از این جایگاه استفاده کنن خیلی زود مشکلات جهان اسلام حل میشه. اگر در کشورمان افغانستان ما این بستر و این ظرفیت ارزشمند را امانتی بدانیم، خب این همه آدم حضور پیدا میکنن، معلومه هدف خیلی عالی است. اگر قرآن نماز جمعه را با این عبارت معرفی کرده، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، این ذکر بزرگ باید کارهای بزرگی را رهبری کنه. مسئله تنوع فرهنگی، همه کشورها گرفتارن. افغانستان یک موقعیت ممتاز داره، در چهارراهی جهان قرار داره، کانون تلقی فرهنگ ها و تمدن هاست، عرصه رفت و آمد و هجوم مختلف است. این موقعیت حساس و ویژه می تواند با ویژگی هایی که دارد، خب اقوام مختلف اینجا هست، پشتون داریم، هزاره داریم، ازبک داریم، تاجیک داریم، سایر اقوامی که در افغانستان هستند، همه این اقوام فرهنگ‌های مختلف دارند، زبانشان مختلفه، گویش مختلفه، پوشش ها مختلف است، آداب مختلف دارند، رسم های مختلف دارند، اختلاف مذهبی هم هست، حالا کمه. ما می توانیم این اختلاف ها و این تنوع را تبدیل کنیم به یک پویایی، به یک پیشرفت، به یک ترقی. آقا این قوم چی زیبایی دارن، چی رسم خوب دارن، مهمان نوازی، ادب، خوشقولی، وفاداری. خب اینا رو بیاییم از هم دیگه یاد بگیریم. ما روایت داریم وعده مؤمن کل اخذ بالید. علی علیه السلام فرمود مؤمن وقتی چیزی رو به انسان وعده میده، از اینی که کسی دیگری به کف دست انسان بگذاره بالاتر است. ما بیاییم این تنوع فرهنگی رو، ویژگی ها را، زیبایی ها را اینطوری دنبال کنیم. خب مسئله عزاداری، مسئله تجلیل از ولادت ها و مثلا وفیات، و این یکی از فرهنگ هاییست که الحمدلله جامعه مؤمنین افغانستان دارن. حالا بقیه فرهنگ ها بیاییم را استفاده کنن. مثلا مسئله حفظ قرآن، خب در بخش از مناطق افغانستان مورد توجه است، ما بیاییم از این فرهنگ استفاده کنیم. ما می توانیم با استفاده از این تنوع یک پارچگی به وجود بیاریم، زیبایی های فرهنگ ها را شناسایی کنیم، اونها را اجرا کنیم، عمل کنیم. این یکی از راه ها است. اما گاهی می شود با اقفال مردم، با کشاندن مردم به صحنه های باطل، همین تنوع فرهنگی تبدیل میشه به یک تقابل، تبدیل میشه به یک ستیزه، تبدیل میشه به مصرف انرژی مثبت ما. گاهی جامعه متوجه نیست، دیگر ها او رو می کشانه. اینجاست که اصحاب فرهنگ، اصحاب آگاهی، علما، دانشگاهیان، اهل رسانه، اهل قلم مسئولیتشان سنگین می شود. فرهنگ ها رو باید درست مدیریت کنیم. تنوع فرهنگی زمینه رشد ما را فراهم بکنه، مردم ما را به اسارت نبره. متاسفانه اطلاعاتی را که در تاریخ
کشورمان داریم گویای این حقیقت است که خیلی وقتها مردم ما ناخواسته فرهنگشان، کلتورشان، رسومات ارزشمندشان در مسیر حرکت‌های سیاسی قربانی شد، آسیب دید، ضرر کردیم. مفهوم همزیستی را باید از تنوع فرهنگی دنبال کنیم، نه مفهوم حذف، نه مفهوم رقابت. اینها نشدنیست. امیدواریم که افغانستان عزیزی که به این ویژگی به هر دلیلی آراسته است، اقوام مختلف دارد، اما عرض میکنم ما با همه اختلاف فرهنگی و تنوعی که داریم در تاریخ کشور یک هویت را دنبال کردیم، اون هویت اسلامی و افغانی ماست. و بر پایه این هویت مشترک استقامت کردیم. یادم نمیره تعبیر اون ناجوانمرد خبیث که میگفت افغانستان نمیتواند ملت سازی کند. ما میتوانیم با استفاده از تنوع فرهنگی زمینه پیشرفت را فراهم بکنیم و حس مشترک و حس ملت بودن و با هم بودن را انشاءالله هم در جان و دل و اندیشمون حس بکنیم و هم در بیرون نشان بدیم و ما با حمایت از منافع این کشور در طول تاریخ، مخصوصا در دوران جمهوریت و دوران امارت، اینها را به نمایش گذاشتیم و خواهیم گذاشت. من یکی دو نکته در این موضوع عرض بکنم و معطل نکنم. موضوعات دیگریست. چی چیزایی میتواند این تنوع فرهنگی را تبدیل به یک انرژی بکند؟ یکیش خواستگاه دین است. ان الدین عند الله الاسلام. ما پیرو یک دین هستیم، او اسلام است. وقتی خواستگاه دینی یکیست، ما میتوانیم همه فرهنگا را در مدیریت دین مدیریت کنیم، اصلاح کنیم، از پیرایه ها بیرون کنیم. دومین عاملی که میتواند این تنوع را مدیریت کند، تبدیل به انرژی واحد و به یک خلاصه حرکت بزرگ بکند، خواستگاه تاریخ و وجود میراث مشترک است در فرهنگ ما. ما با عنوان یک کشور تاریخ مشترک داریم. پیروزی های ما، شکست های ما از همه ماست. نتیجه تلاش های همه ماست. محصول حضور و مقاومت آحاد مردم این سرزمین است. اینها میتواند این خواستگاه ها تنوع فرهنگی را مدیریت بکند و ما را عوض اون که در سراشیبی قرار بگیریم به سمت صعود و بلندا و حرکت در بیاورد. یکی دو نکته دیگه ضروری است اینها را عرض کنم. هوا گرم است. متاسفانه باز هم در هفته گذشته شاهد دو تا در واقع خبر ناگوار بودیم. جریانی که در بامیان اتفاق افتاد و جریانی که در قندهار انفجاری که صورت گرفت، هر دو را محکوم میکنیم و امیدواریم که هر دو ماجرا با پیگیری نیروهای دلسوز امنیتی و حفاظت و حراست انشاءالله پیدا شود عوامل و انشاءالله تکرار نشود. یکی دو نکته را عرض میکنم. هر دو حادثه حادثه تلخی بود. وقتی این حوادث در کشور به وجود می آید، هم سلب آرامش روانی می کنه برای مردم و ساکنین این سرزمین. خب طبیعی است، اگرچه کشور ما، مردم ما شاهد سختی ها بودن، این
ناآرامی های روانی و جمعی و زندگی ما به حرکت اجتماعی ما آسیب میرسانه. فضای بی اعتمادی را در داخل کشور به وجود می آورد. در حاکمیت دیدگاه ها و نظرات مردم طبعا عوض می شود. اگر با مدیریت از پیش و جدی بتوانیم این حوادث را نگذاریم و نتوانند دشمنان ما خلق کنند، طبعا دیدگاه ها بالاتر است، آسیب های اقتصادی است. خب در کشوری که این حوادث اتفاق میفته اعتمادها کم می شود و سرمایه گذاران طبعا از سرمایه گذاری در اینجا صرف نظر می کنند و نتیجهش مشکلات اقتصادی است که مردم با اونها مواجه می شوند. بیباوری و توانایی اداره حکومت یکی از بالاخره پیامدهای این حرکات هست. همینطور از نظر بیرونی هم قطعا مشکلاتی به وجود می آید. امیدواریم که این مسائل انشالله با مدیریت همه جانبه به وجود نیاید. یکی از مسائل را که لازم می دانم مطرح بکنم، در هفته گذشته ما خبر آمدن زعیم امارت اسلامی از قندهار به کابل داشتیم که خوشحال هستیم و در گذشته هم این مطالب را اینجا مطرح کردیم. خوب است مردم ما به همه بزرگان دسترسی داشته باشند و از اصل خبر مهمتر و باعث شادمانی این است که جناب شیخ هبت الله آخونزاده که در کابل با بزرگان مخصوصا وزرا صحبت داشتن توصیه هایی کردن. یکی از توصیه ها که واقعا توصیه ارزشمندی بود، مبارزه با تعصب، مخصوصا تعصب زبانی، و این در حقیقت یکی از راه‌هایی است که تنوع فرهنگی را میشه مدیریت کرد. ما باید به همه زبان‌هایی که در این کشور است صحبت کنیم، اما تعصب نداشته باشه. به خاطر اینکه کسی از زبان استفاده می‌کند، با او نباید امتیاز داد. همه صاحب این سرزمینیم، همه مالک این خاکیم، همه سرباز این سرزمینیم، همه فرزند این مادریم. مسائل اخلاقی هم که خلاصه به مسئولین گوش زد کردن از نکات مثبت بود. انشالله که حوادث طبیعی که کشور ما را در این اواخر با گرفتاری ها و مشکلات مواجه کرده و مشکلاتی که کشورهای همسایه داره، با لطف بی پایان و عمیم الهی جبران شود. خدایا همه عزیزان را که با حضورشان این سنگر را حمایت می کنند توفیق عزت، خدایا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. امنیت همه کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان عزیز کامل تامین بفرما. خدایا حکومت ما، ملت ما را در مسیر بیداری اقتدار و عزت یاری بفرما. خدایا لحظات استجابت دعاست، فرج مولا من صاحب الزمان معجل بفرما. گامها من در مسیر سعادت و استقامت و صبر استوارتر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.